پلی تایم یکی از خطرناکترین جاهایی هستش که هر کسی میتونه توش کار کنه. نه تنها مدیرها باید بد رفتار میکنن، بلکه هر روز با تجربه های نزدیک به مرگ روبرو میشی. خطر واقعی پلی تایم در واقع جلوی چشم همه پنهان شده و اونا هر کاری میکنن که متوجهش نشی. آدم بده های اصلی پلی تایم کارمندها و صاحب ها هستن. اما برای یه شرکت پیشرفته که توی دهه 80 از پاپازی سخنگو تولید میکرد، این موضوع که دستگاه کارخونه چقدر زود خراب میشن شک برانگیزه. همه چیز توی کارخونه به دستگاه و تجهیزات پیشرفته از معماها تا خلاص شدن از زباله وابسته است. تکنولوژی توی پلی تایم کو حرف اول رو میزنه. اما اگه پلی تایم به اندازه‌ای که به نظر میاد پیشرفته است، چرا این مکان انقدر برای تصادفات و بدرفتاری با کارمندها مشهوره؟ از بدیهی‌های کارمندها تا تصادفات با بچه‌ها، پلی تایم کو دستگاه و تجهیزاتی داره که از هر شر شناخته شده‌ای برای بشر کشنده‌تره. مشخص کردن یه دلیل برای این موضوع سخته، اما یه الگوی مشکوک بین خطرناک‌ترین دستگاه‌ها توی پلی تایم کو پیدا کردیم. این ممکنه نشون بده که صاحب‌های کارخونه ممکنه عمدن با این دستگاه‌ها ور رفته باشن. مرگ دردناک مامی لانگلگز رو یادتون میاد که چطور اون رو تیکه تیکه کرد؟ این یه اتفاق یا اشتباه از طرف مامی نبود. در واقع اون دستگاه خراب بوده و هیچکس زحمت تعمیرش رو به خودش نداده. توی کتابچه راهنمای کارمندها یه اخطار در مورد خطرناک بودن اون دستگاهی که مامی لانگلگز رو کشت وجود داره. به سبک پلی تایم اونا جدیت این موضوع رو کم اهمیت جلوه میدن و میگن که این فقط یه اسباب بازی شرور بود که مرد. پس فقط میتونیم تصور کنیم که چه کسی دیگه از این دستگاه خطرناک مرده. اما حتی بخش تاریک ماجرا اینه که پلی تایم کو فکر نمیکنه که مردن آدما توی اون دستگاه موضوع جدی باشه. به این بخش از کتابچه راهنمای کارکنان پاپی پلی تایم نگاه کنید. هر کسی که به اون نزدیک بشه ممکنه دست و پاش تو اون دستگاه گیر کنه و کشیده بشه توش. یه راه عالی برای خلاص شدن از هر کسی که نمیخواد دور و برت باشه، شوخی میکنیم البته، این یه تراژدی وحشتناک میشه. نگرش بیخیال شرکت نسبت به مرگ نشون میده که این یه مورد عادی بوده، چون خیلی زیاد اتفاق میافتاده. یا یعنی اینکه اونا از خطر بالقوه این دستگاه با خبر بودن و انتخاب کردن که کاری در موردش نکنن. اما کی میدونه، شاید یه روزی بخوان از شر کارمند خلاص شن و این دستگاه ها میتونن به این کار کمک کنن که یه تصادف به نظر برسه. در حالی که مرگ مامی لانگلگز میتونست یه تصادف باشه، طرز برخورد بامزه شرکت نسبت به این وسیله به شدت مشکوکه و این اولین بار نیست که اونا توی کتاب در مورد مرگ با دستگاه شوخی میکنن. اتاق سوزوندن که برای اولین بار توی چپتر 2 دیده شد، ظاهرا یه خطر بالقوه آتش سوزی هم هستش، اما این باعث نمیشه که پلی تایم از شوخی سیاه دست بکشه. لطفاً توجه داشته باشید که پلی تایم هیچ مسئولیتی در قبال صدماتی که کارمندها بر اثر افتادن توی کوره متحمل میشن قبول نمیکنه و ملاقات کننده ها رو پایین نیارید، مگه اینکه خیلی اذیتتون کرده باشن. فقط شوخی میکنیم. اتاق سوزوندن که به عنوان یه اتاق معما هم به کار میره، به راحتی مرگبارترین جای پلی تایم کو هستش. اول از همه یه آتش سوزی از این پشت درها داره که دما رو به یه سطح غیر قابل تحمل از گرما میرسونه. این باعث میشه که کارمندها خطر آتش گرفتن داشته باشن. اما این همه ماجرا نیست. کل منطقه از فولاد ساخته شده که میتونه توی چند دقیقه به خاطر آتش داغ بشه. یعنی سوختگی های جزئی برای هر کسی که اینجا کار میکنه عادی به حساب میاد. همون متن اشاره میکنه که پلی تایم از این دستگاه‌ها برای خلاص شدن از چیزایی استفاده میکنه که دیگه هیچ وقت نباید دیده بشن. متن مشخص نمیکنه که اونا ممکنه چی رو توی اون دستگاه بندازن، اما فکر میکنن که ما دیگه حد زدیم. انگار که این دستگاه‌های خطرناک کارهای کثیفی رو انجام میدن که حتی شرورترین کارمندها هم از پسش بر نمیان. پنهان کردن آزمایش‌های اشتباه یا تنبیه کارمندها برای تفریح احتمالات بی‌انتها هستن. به هر حال این دومین باره که شرکت از استفاده از مکان‌های خطرناک برای خلاص شدن از آدم‌ها صحبت می‌کنه. انگار که این هدف دوم این دستگاه است. چیزی که حتی آزاردهنده تره اینه که شرکت حتی از رفتار خودش خجالت نمیکشه یا سعی نمیکنه پنهانش کنه، انگار که هیچ ترسی از لو رفتن ندارن. البته که راز نیست که پلی تایم کو رویه های کاری وحشتناکی داشته و هیچ اهمیتی به رفاه کارمندهاش نمیداده. وقتی یک کارمند به لیس بیر گفت که هیولای هزار پا دیده، لیس موضوع رو جدی نگرفت و بهش گفت که بره و براش قهوه بیاره، در حالی که مارکوس از ترس داره میلرزه. Skim and I'm going to get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? این کلیپ کوتاه تایید میکنه که پلی تایم کو تا زمانی که اسباب بازی ها فروش خوبی داشته باشن، براشون مهم نبوده که کارمنداشون زنده باشن یا بمیرن. اما بدرفتاری با کارمندها یه موضوعه، اما اینکه عمدن اونا رو توی خطر مرگبار قرار بدن یه موضوع دیگه است.
طبق کتاب اکثر دستگاه کارخونه توانایی کشتن داشتن. اتاق برق، سیستم فاضلاب، کانویر نتورک و لوله های مختلف توی کارخونه رو در نظر بگیرید. کتاب میگه که همه اینا به یه شکلی بهت آسیب میرسونن. اینجا جالبه که بدونید همه این نقاط برای بچه‌هایی که توی کارخونه پرسه میزنن تا کاراشون رو انجام بدن قابل دسترسی هستن. در حالی که علائم مختلفی برای احتیاط بچه‌ها نسبت به مناطق خطرناک وجود داره، اما این مناطق هنوزم برای بچه‌ها خیلی قابل دسترسی هستن. کانویر نتورک رو به عنوان مثال در نظر بگیرید. طبق گفته پلیتمکو این اتاق‌های کوچیک برای آدم ساخته نشده، اما شرکت مجبور بوده بچه‌ها رو از این اتاق خطرناک بیرون بکشه. به این بخش از متن کتابچه راهنما دقت کنید. لطفاً اجازه ندید بچه‌ها توی طول تور وارد کانویر نتورک بشن. توی گذشته این باعث تعطیلی کارخونه برای ساعت‌ها شده تا اینکه تونستیم بچه‌ها رو از سیستم پیدا کنیم. هر توری باید شامل این جمله باشه که کانویر نتورک یه وسیله تفریحی نیست. این متن تایید میکنه که تمام علائم و یادداشت‌های احتیاط پلیتامکو تقلبی هستن. اگه شرکت قصد نداره به طور جدی بچه‌ها رو از این مکان‌ها دور نگه داره، پس این علائم چه معنایی دارن؟ به نظر میاد ماشین‌های داخل کارخونه برای پلیتامکو کار میکنن تا به تولید بیشتر اسباب بازی‌ها و جلوگیری از افشای حقیقت واقعی کمک کنن. اگه دقت نکرده باشید، بیشتر مرگ و میر و تصادفات توی پلیتام توسط ماشین‌آلات اتفاق افتاده، نه خود صاحب‌ها. برای مثال حادثه تئودور گرامبل رو در نظر بگیرید. اون توسط گرین گرپک‌هند برق گرفته شد و بعد به کدنپ تبدیل شد. این نشون میده که حتی اگه بچه‌های یتیم از زیر نظر نگهبانا فرار کنن، به نوعی تجهیزات مانع فرار اونا میشن. باکسیبو توسط هالی سویر برای کشتن آموزش دیده بود تا شرکت بتونه از کارمندانی که بیشتر از حد مجاز میدیدن خلاص بشه. مرگ روان استالز اثبات این موضوعه. اون یه کارمند بود که باکسیبو بعد از اینکه شرکت فهمید زیادی میدونه خوردش. Something dangerous is going on, and I'm sure it wasn't on purpose. I'm sure it was just some big mistake, but I saw what I saw. حالا کی میتونه به یکی از ماشین‌آلات به عنوان سلاح برای کشتن کارمندها هم استفاده نمیشه. خود پلیتام بارها به خلاص شدن از شر آدم‌های آزاردهنده اشاره کرده، حتی اگه شوخی باشه. این باور که خطر واقعی خود کارخونه است خیلی هم دور از ذهن نیست. اگه پروتوتایپ بتونه از یه دوربین بی‌خاصیت سلاح بسازه، پس قطعاً برای شرکت پیشرفته تکنولوژی مثل پلیتامکو یه کار بچگونه است. پروتوتایپ زنگ خطر دیجیتال اتاقش رو خراب کرد، اون رو به لیزر تبدیل کرد و بعد به دوربین مداربسته شلیک کرد و بلافاصله خاموشش کرد. واضحه که اگه به اندازه کافی باهوش باشی میتونی با این ماشین‌آلات بازی کنی. با شناختی که از پلیتامکو داریم، شرکت هر کاری میکنه تا نیروی کار رو کم کنه و اسباب بازی‌های بیشتری تولید کنه، حتی اگه به این معنی باشه که ماشین‌های خراب رو تعمیر نکنه تا زمانی که دست صاحبا رو کثیف نکنه. توی کامنت‌ها بهم بگید به نظرتون چرا پلیتام خود کارخونه رو انقدر خطرناک نگه داشته؟ به جز آزمایش روی بچه‌ها، منطقی نیست که پلیتام سعی نکنه از کارمنداش در برابر خطرات کار توی اونجا محافظت کنه. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.